دوستان عزیز پاینده ایران نشریه بسیار معتبر فارن پالسی یک مقاله نوشته در مورد بحث برجام و باج دادن آمریکا به بحث خارج کردن سپاه پاسداران گارد جاویدان ایران از لیست سیاه آمریکا که این مقاله خیلی برای من جالب بود نکاتی رو داشتش که هم نکات مثبت داشت هم نکات منفی داشت بایستی این مقاله رو براتون یک نگاه میکردیم یک تشریح میکردیم ببینیم داستان چیه خانم انکل وهرا یکی از در حقیقت نویسندگان فارن پالسی اینو نوشته و یک بررسی جدی کرده میگه اصلا تیتر همونطور که دارید میبینید در کنار من الان بهتون نشون بدم تیتر این نشریه این هستش که وقت آن است که به ایران امتیاز بدیم و برجام مهمتر از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی نمادین است میگه مذاکرات هسته‌ای در میان تقریبا یک سال پیش آغاز شد اما زمان اهمیت اما زمان اهمیت ویژه‌ای برای غرب دارد در کمتر از یک ماه ایران میتواند اورانیوم را با قابلیت ساخت بمب هسته‌ای در اختیار داشته باشد اما ایران در آخرین لحظه وارد چانه زنی شده است میگه کارش پ... آخو... ایران داره دیگه بعد چونه زنی کنه دیگه میگه پس از خروج یک جانبه ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 ایران غنیسازی اورانیوم تا 60 درصد آغاز کرده که این میزان از غنیسازی نزدیک به آستانه 90 درصدی است که برای ساخت سلاحی هسته ای به کار می روید. ایران اکنون موافقت کرده که غنیسازی اورانیوم رو بیاد و به همون دوران برای برجام برسونه یعنی کمتر از 4 درصد 3 درصد و 67 در... دهم درصد که اینا ایران حالا مثل گویا تعهد داده و این خیلی خطرناکه یعنی اگه صحبت این خانم درست باشه حالا باید ببینیم ایران در ازای اینکه مثلا اینقدر کاهش بده اورانیومو چه چیزهایی رو قرار دریافت کنه این خانم میگه که ایران تو مذاکرات هسته اخیر یعنی آقای کنی در مجموعه آقای در حقیقت امیر عبداللهیان قبول کردن به دنیای غرب که بیان و اورانیوم غنی شده را از 60 درصد به زیر 4 درصد برسونن که در توافق اولیه برجام وجود داشت میگه ایران در عوض از ایالات متحده خواسته که رسما اعلام کند که دولت های آینده آمریکا به توافق پایبند خواهند بود اما این درخواست رد شد خب ایران گفته آقا ما میانیم زیر 4 درصد ولی شما مثلا تعهد بدید دولت های بعدی نمیان بیرون آمریکا این درخواست ایران رو رد کرده میگه با توجه این چیزایی که فارن پالیسی چون نشریه معتبریه چرت و پرت نمیگه میگه با توجه به مخالفان جمهوری خواهان با این درخواست مقامات ایران نسبت به دوام این توافق احساس نگرانی میکردن یه نقل قول از مایک پنس میاره که میگه مشاور آقای ترام بود دیگه میگه که مایک پنس هم که گفته که اگه جمهوری خواهان به کاخ سفید بازگردن با توافق احیا شده مخالفت خواهند کرد یعنی هر توافقی ما الان با بایدن بکنیم الان چند سال 2022 ایم بایدن کی میخواد گورشو گم کنه حداقل انتخابات بعدی آمریکا که یه 2024 یعنی دو سال این قبلا منم گفته بودم تو برنامه هم گفته بودم ما هر توافقی با آمریکا بکنیم این توافق دو سال است چون قطعا بایدن برای دور بعدی انتخاب نمیشه اگر ترامپ بیاد 100 درصد ترام رئیس جمهور بعدی آمریکاست میگه تقریبا همه چی حل شده اما میگه تقریبا همه چیز حل شده به نظر میرسید اما ایران درخواست کرده که ایالات متحده سپاه پاسداران اسلامی رو از سازمان تروریستی خارج خارج کنه و تا زمانی که با این درخواست ایران موافقت نشه این کشور اقدامی انجام نخواهد داد این باز یه نکته خطرناکیه من تو این مقاله دیدم ولی که داره میگه که ایران به آمریکا گفته که آقا جان در بحث ابتدایی گفته من اورانیوم رو به زیر چهار درصد میارم ولی شما باید تعهد بدید های بعدی نیام بیرون آمریکا قبول نکرده ولی با این وجود فارن پالسی داره ادعا میکنه که همه چی باز حل شده بوده یعنی ایران باز قبول کرده گفته باشه حالا تعهدم ندادید بیرون امیدوارم که این مطالبی که فارن پالسی داره میگه نظریات خودشون و اشتباهات خودشون باشه و با واقعیت میدانی مذاکرات در وین متفاوت باشه بعد میگه حالا ایران ولی یه چیز دیگه گفته گفته سپاه رو از لیست تروریستی خود در میگه این همه چیز خراب کرده تا اینجا میگه با توجه به شرط حساس فعلی این امتیازی است که ایالات متحده باید برای ایران آماده باشد متحده باید برای آن باشه میگم برای ایران ایالات متحده باید برای آن آماده باشد و این نشریه میره به سمت اینکه بگه که بایستی ما به با عنوان آمریکایی یک همچین پوئنی رو به ایران بدیم میگه ایران در ابتدا تاکید کرده بود که موضوعات غیر هسته ای نباید در مذاکراتی که برای احیای توافق هسته ای گنجانده شود دولت بایدن موافقت کرد که هم بحث تهاجم منطقه ایران از طریق شبه نظامیان مختلف و هم برنامه موشک بالستیک این کشور را از مذا... مذاکرات کنار بگذارد متحدان سنتی واشنگتن در میانه از این تصمیم عمیقا ناامید شدند اگر واشنگتن تروریستی بودن سپاه را لغو کند این بزرگترین توهین به آمریکا خواهد بود میگه خب ایران خودش گفته بود که آقا مسائل غیر هسته‌ای را توی مذاکرات نیاریم بیان کنیم مثل موشکی و منطقه‌ای حالا چطور حرفش تو روح حرفش اینه میگه که حالا چطور خود ایران از آمریکا میخواد مسئله سپاه پاسداران که ربطی به هسته‌ای نداره رو بیاد وارد این گفتگوها بکنه تیکه انداخته در حقیقت میگه هفته گذشته ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه ایران علیه نهادهای مرتبط با برنامه های موشکی بالستیک ایران اعمال کرد تا نگرانی های متحدانش را کاهش دهد علاوه بر این رابط مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران و آنتونی بلینکن همون یارو جهوده که مال وزیر امور خارجه آمریکاست میگه تاکید کردند که صرف نظر از تروریست خاندان سپاه پاسداران ایالات متحده همچنان با این نهاد به عنوان یک نهاد غیرقانونی رفتار خواهد کرد انگشت وسط برای آقای آنتونی بلینکن به تو چه ربطی داره چی قانونیه چی قانونی سپاه پاسداران ایران از نظر ایران قانونیه شما یک رژیم سر تا پا غیر قانونی به نام اسرائیل داری حمایت میکنی سر تا پا غیر قانونی حتی از منظر سکولار دموکراسی و همون بحث بین المللی و چیزای خودتون سازمان ملل خودتون که اعتماد همشون هم جهودن هم اونا یعنی انقدر قضیه تابلو حکومت اسرائیل هنوز قانونی خطاب کنن <laughs> <applause> بگذاریم البته سازمان ملل به رسمیت شناخت اسرائیل ولی خیلی از مرزهای اسرائیل به رسمیت هنوز نشناخته یه نکته ایه یادم یه عقب افتاده میگفتش که آقا ایران باید سپاه پاستچی اسرائیل رو مثلا به رسمیت بشه بعد میگفتیم چرا میگو به خاطری که سازمان ملل اسرائیل به رسمیت شناخته ایران به عنوان عضوی از بیاد. سازمان ملل بعد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه بعد بهش گفتیم تو جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناختی گفت نه چون غلط کردی همون سازمان مللی که تو میگی بعد ایران اسرائیل به رسمیت بشناسه چون سازمان ملل شناخته همون سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسه ساسماست اینجا داره <تصفح> اینا چیز دیگه تناقض‌گویی های دشمنه به هر حال خیلی آنتونی بلکن خیلی وقیحانه میگه که آره ما حتی اگه سپار از لیست تروریستی هم در بیاریم تحریما ولی از سپاه پاسداران برداشته نمیشه چون این یک جریان غیر قانونیست است و تحریم علی این گروه باقی خواهد ماند و این نهاد را از تجارت در خارج از کشور منع می‌کنیم. میگه این گروه در واقع از سال 2007 با انواع تعالا تا... اینا ثابته ای که فارن پالسی میکنه این گروه منظور سپای پاسدارانه میگه این گروه در واقع از سال 2007 با انواع تحریم ها مواجه شده و به موجب این تحریم ها تجارت و بانک های آمریکایی از تعامل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته به آن منع شده سپاه پاسداران در سال 2019 تحت کمپین فشار حداکثری ترام به فهرست تروریستی خارجی اضافه شد اما این اقدام تاثیر محدودی بر توانایی سپاه پاسداران در منطقه داشته است خوبه که اعتراف میکنی میگه اومدن تحریم کردیم فلان کردیم تو لیست تروریستی باشه ولی توانایی سپاه اصلا محدود نشده میگه این گروه به حمایت از نیروهای نیابتی خود در لبنان، سوریه، عراق و یمن ادامه داده و با وجود تروریستی خوانده شدن آزادانه در منطقه فعالیت میکنن آفرین سپای پاسداران یکی از ارکان رسمی ایرانه وقتی شما میگه ارکان رسمی یه ابرقدرت قدرت رو تو لیست تروریستی میذاری در عمل تف سربالا تو صورت خودت کردی چون بچه های راست راست دارن توی خلیج فارس و منطقه را میرن شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید اگه تروریست خب یا چیز کن دیگه برخورد با تروریست یک عملیات مسلحان است چرا نمی کنی؟ چون میدونی چرت و پرت گفتی چون میدونی سپاه پاسداران در عمل یک نهاد رسمی یک ابرقدرت منطقه ای است حداقل منطقه است میگه با توجه به فشار خارجی و داخلی مبنی بر باقی ماندن سپاه در لیست تروریستی حذف این سازمان از فهرست انتخاب جذابی برای هیچ کدام از رئیس جمهورهای آمریکا نیست سوال اصلی این است که آیا منافع حاصل از توافق هسته‌ای قبل از دستیابی ایران به تولید اورانیوم کافی برای تولید بمب بیشتر از, خروج سپا از های خروج سپاه از فهرست های تروریستی است میگه برخی از کارشناسان معتقدند از آنجا که سپاه پاسداران انقلاب تحت تحریم ها دیگر تحت ها دیگر ایالات متحده باقی خواهد ماند حزب آن از فرس تروریستی امتیاز بزرگی از سوی بایدن به تهران محسوب نمی شود حرف درستیه علی واعظ که یکی از وطن فروشانه مدیر پروژه ایران در گروه بین بحران گفت که تروریستی خانه سپاه پاسداران تاثیر در محدود کردن عملیاتهای های مسلحانه این گروه در منطقه نداشته است حرف درستی میزنه فارن پالسی میگه با توجه به اینکه حالا تحریمایی که ما کردیم اونا ورداشت نمیشه فقط اینکه سپای پاسداران ما دیگه تروریستی خطاب نکنیم امتیازی هم نیستش واقعا پس این امتیاز به ایران بدیم که ایران وارد برجام بشه حواسمون باشه این که حتی اگه سپار هم این سیاه خودشون در بیارن واقعا امتیازی نیست منم که تحریمام حتی اگه وردارن باز امتیازی چون تحریما بی اثر شده خیلی صحبت طولانی میکنه بعد از فرزین ندیمی که اینم یک خائن دیگه است که جز مشاوران آتلانتیک شمالی نظریات اونو میاره مثلا ایشون گفته که از حذف سپاه از این فرست به تعداد جدید طرف ایرانی مرتبط است ولی مثلا تاثیر گذاری بر حالا چرت پت گفته این اصلا نیازی است بگیم یه سری دیگه دوباره تحلیل داره ولی در بند آخرش فقط بخونم برنامه رو جمع کنم در پاراگراف آخر میگه که دعوا بر سر وضعیت سپاه همچنان یک جنگ روانی است و هنوز مشخص است کدام طرف پیروز می شود. تسلیم شدن قبل در برابر خواسته های ایران عاقلانه به نظر نمی رسد. گذشت زمان هم به نفع قرب نیست. اگر غرب دو هفته یا یک ماه دیگر به ایران اجازه دهد تا پیشرفت خود در زمینه غنیسازی هسته ای ادامه دهد، آنگاه تهران می تواند توافق را به طور کامل لغو کند. این هم خیلی جالبه. یعنی الان واقعا نزدیک یک ساله از زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور شده قبل از اون از سال، یعنی دقیقا از ابتدای 1400 بیشتر از یک ساله اینا هر روز میگن آقا یه هفته تا دو هفته دیگه ایران به بمب اتم هنوز هم تو اینجا دارن میگن یعنی خسته شدیم دیگه این یکی دو هفته چرا نمیاد یکی دو هفته بیشتر از یک سال شده هی میگن دو هفته دیگه وقت باقیه هی میخوان هیجان بدن به قضیه میگه که دوباره از علی واعظ میاد در پاراگراف آخر یاد میکنه میگه که واعظ معما مهم... همی... علی واعظ میگه معمای ترسی بودن سپاه پاسدان انقلاب اسلامی رو یک موضوع پوچ میدانند و معتقد است این توافق کمکی به ایالات متحده نمی کنند آسیبی نیز به ایران نمی رسند یعنی آقای واعظ اومده پیشنهاد داده که ایران علی لیست در حقیقت سپاه پاسدان علی لیست ترسی در بیاد علی واعظ اون فرضی ندیمی اینا در حقیقت کارشناس کار های صدای ریاض هستن ولی به حال در نشریات معتبری از نظریاتشون استفاده میکنن اینم برای من خیلی جالبه که اینا میزان وطن فروشیشون تا جایی انقدر مشاوره دارن به آمریکا میدن که نشریات مهمی چون فارن پالسی که در حقیقت نشریه است من میتونم بگم یک شبه اندیشکده اندیش است درست نشریه است ولی یه جورایی نقش اندیشکده ها رو داره بازی میکنه در آمریکا من مشاوره میده به ما در حقیقت مسئولین آمریکایی میاد و نظریات اینا استفاده میکنه اینم برام جالب بود دمتون گرم این بخش برنامه رو میبندم پاینده باشید زنده باشید بدرود